پس چی تمیز کنم؟ چی از آب دارم بهتر؟ خلاصه منم و جیسن و آیدین امروز نیست، خودی هم دانجن مسترمونه دیگه. اگه میخوای خودی یه توضیح بده که بازی قبلی چی شد تا اینجا چجوری ها کجای داستانی؟ این قسمت دوم بازی تاج جنون یا Crown of Madness. توی داستان قبلی ماجراجوهای ما، جوان ما در داستان قبلی رفتن به یه مهمونی دعوت شدن در شهر واتردیپ که توی سرزمین تخیلی فایرون هست و در این مهمونی اتفاقات زیادی افتاد اون شب. یکی از اتفاقاتی که مهم بگم برای یادآوری این بود که وولکاریس که رامین نقشش رو بازی میکنه، یه فایتره، و زیدار که نقشش رو جیسن بازی میکنه که یه وارلوکه، جادوگر، اینا در مهمونی خیلی مجللی که دعوت بودن متوجه شدن که قبل از نیمه شب یه سری از مهمونا قرار برن که یه مراسم خاصی رو اجرا بکنن که هر کسی نمیدونه و دزدکی خودشونو با یه گروه وارد یه راپله مخفی که زیر ساختمون بود کردن و از اون راپله رفتن وارد یه مکانی شدن که لباساشون رو عوض کردن، شنل و یه ماسک شیطان مانند به سرشون گذاشتن و فهمیدن که شیطان پرستا قراره که امشب برنامه اجرا بکنن و از رو فضولی و بیکاری تصمیم گرفتن که برن ببینن چه خبره. اتفاقاتی که اون شب افتاد این بود که در اون مراسم فکر نمی کردن که ماجرا انقدر داغ بشه. مجسمه شیطان آتیشی دورش احاطه میشه و یه گیتی باز میشه که یه شیطونی میاد از توش بیرون و یکی از این شنلدارا که ماسک به صورتش بود میگه که ما حاضر هستیم و پیمنت ها هم آماده است و یه سری صحبت که بین خودشون رد و بدل میکنن ولی چون شما نزدیک بودین شنیدین که حالا بعدا راجع به اون صحبت ها بیشتر صحبت میکنیم، ولی اون چی که شما فهمیدین این بود که یه مبلغی رو ظاهراً منتظر بودن که دریافت بکنن که گفتن این مبلغ آماده شد، ولی بقیه شما دیگه متوجه نشدین که مبلغ بابت چیه و کجاست و چقدره. فقط راجع به یه مبلغ پولی صحبت شد. بعد تمام کسایی که اونجا حاضر بودن در اون شب خاص بهشون اجازه داده شد که روحشون رو به شیطان بفروشن و در ازاش حالا هرچی که قرار بوده بگیرن بگیرن. شما که خیلی نمیدونستین داستان چیه، نمیخواستین این کار رو بکنین بغیر از زیدار که با کله امضا کرد و وولکاریس نمیخواست امضا بکنه، هی دست و پا کرد، این ور اون ور کرد و بعد یکی از این ماستارا یه جادو روش زد که بهش پیشنهاد داد امضا بکنه و دیگه مجبور شد امضا بکنه و دیگه بعد از اون که از مهمونی برگشتید دیگه نه از آتیش بازی خیلی چیزی یادتونه، نه اینکه چجوری اصلا به خونه رسیدین و الانم صبح و جفتیتون تو خونه هاتون هستید
زیدار تو تمام شب بیدار بودی و داشتی راجع به این شیطان پرستا و شیطون و جهنم و راجع به اینا داشتی تحقیق میکردی که داستانشون چیه، اصلا تا صبح نخوابیدی، همینجور هنوزم مشغول هستی. بخواب در خونه بولکاریس صدای در میاد، تتق تق تق تتق تق، و خدمتکارتون میاد بهتون میگه که جناب بولکاریس دو تا پاسبان دم در هستن، با شما کار دارن. من خونم یه جا دیگه است، من اینجا نیستم، درسته؟ تو همسایه ای با بولکاریس، روی نقشه اگر که نگاه بکنید الان تو نقشه میبینید خونه ای که بولکاریس هست اینجاست، خونه ای که زیدار هست اینجاست. دیدم. پیش خدمت خونه میاد بهت میگه جناب بولکاریس دوتا پاسبان دم در هستن، با شما کار دارن. تو هم با هنگوور و خیلی سنگین از خواب بیدار میشی، همچین سرحال نیستی. نگاه میکنی میبینی که اصلا یادت نیست چجوری لباسات رو در آوردی، اصلا هیچی از تقریبا یه چیزایی یادته، ولی همش فکر میکردی خب من مثلا شد خواب دیدم همه این داستانا رو که روحمو فروختم و اینا، ولی همون موقع چشت میفته به یه شنل سیاه و یه ماسک طلایی که گوشه اتاقت افتاده روی چیز و یه خنجر طلایی هم روشه. تو دلم میگم ای زادار زایدار، باز منو گاییدی تو، آخرش هم سر این آشغال رو مجبور شدیم بریم شیطان پرست بشیم. اگه من رو پایستو کشیدم تفنگ نگفتم سرید، حالا واقعا جادو زدن رو تا. آره الان میرم دمه در بیرم پاسپانا چی میگن دیگه. اوکی جولیده و پولیده با کیون برنه میری، یه آلکاسیتر هم میریزم دستم، شروع میکنم خوردن برای هنگوورم. من از اون بالا رو بالکن رو نگاه میکنم، یه دونه قهوه دستم شب تا صبح نخوابیدم. تو هنوز مشغولی لابلای کتاباتی و چی، اصلا حواست نیست، اگه در خونت هم زدن کس متوجه نشدی انقدر که سرت تو کارت بوده. بولکاریس میای دم در، در رو باز میکنی، میبینی که دوتا پاسبان پاسدادن، یکیشون یونیفرم چیز داره رسمی تنشه، یکیشون یونیفرم نداره. اونی که یونیفرم نداره خودشو معرفی میکنه، میگه من بارنبوس هستم، خوشبختم جناب وایدل بولکاریس، ببخشید. یه سیبیل اینجوری هم داره و یه کلاه هم مثل کلاه شرلوک هومز کلشه، قدش کوتاه و توپولیه. همدستش که یه دفترچه یادداشت دستشه، یه دماغ قوزی داره و قد خیلی بلند و لاغر و یه لک روی لباساش هم نیست، خیلی از اون لباس یونیفرمای ترتمیز، از اوناست که صبح خیلی وقت میذاره که دکمه هاشو قشنگ مرتب ببنده، همه چیزو درست مرتب کنه. بارنبوس میگه که من برای تحقیقات اومدم و میخواستم ازتون چند تا سوال بکنم. آیا شما دیشب در مهمانی خانواده کاسالانتر شرکت داشتید؟ بله، متاسفانه هم خیلی زیادی پارتی کردم و زیادی الان هنگوورم. اول صبحی چیه قضیه که اومدین مزاحمم شدین؟ میگه یک سرقتی رخ داده و من دارم تحقیق میکنم و در به در دارم میرم تا با اکثر اشخاصی که اونجا بودن صحبت بکنم. چی سرقت شده؟ یک سری کاغذهای محرمانه و جواهرات و سند چند تا ملک و اینا. میگه به چیز مشکوکی اون شب متوجه نشدید؟ همین که اینو میگه تو یاد اون دختره میفتی که از بالکن داشت میومد بالا، دختره که بعدم فهمیدی، یه از روی فرم بدنش فهمیدی که دختره و
وگرنه همه اون شب ماسک داشتن تو مهمونی و کسی معلوم نبود که قیافش چه شکلیه. بهش میگم من یکی رو دیدم که ظاهرا دعوت نبود و یواشکی خودش رو توی پارتی جا داد و من یه ثانیه دیدمش و بعد دیگه ندیدمش. میگه او این خودش خیلی مهمه. میگه از کدوم بالکن؟ توضیح میدم همون بالکنی که بیرون طبقه دوم بود. میگه و شما تو بالکن چی کار میکردی؟ من داشتم لاس میزدم. با دختر آقای خود کسالندر. میگه چقدر خوب میشناسید این خانواده رو؟ من زیاد نمیشناسم راستش. ما فقط دعوت بودیم به این پارتی و گفتیم بریم یه سرکی بکشیم اونجا. دعوت بودیم یعنی شما و کی دعوت بودیم؟ من و یکی از دوستان که اسمشون؟ حتما خودتون میدونید میشناسین دیگه. من همیشه با زایدار هم معمولا دیگه. زایدار؟ بله ما در خونش رفتیم ولی کسی جواب نداد. در خونه هرچی در زدیم در رو باز نکرد. با هم برگشتین اونجا؟ تا اونجایی که یادمه ما خیلی مست پاتیل بودیم دیگه زیاد. حالا من نمیفهم اگر من به چیزی اتهام شدم، اگه نیاز دارین که بیاین لطفا. نه ما فقط دارم تحقیق میکنم. اتهامی نیست. پس من با اجازت میرم چرت بزنم. بسیار خوب. میگه که اگر احیانا چیز بیشتری یادتون اومد لطف کنید به من خبر بدید. بعد میبینی که یه دونه کاغذ بهت میده. میگه این یک پیک ویژه است. هر یادداشتی توش بنویسی کاغذ رو که تا بکنی تبدیل به یه پرنده کاغذی میشه و خودش رو به من میرسونه. چه باحال. میگه یکی از جدیدترین تکنولوژی‌های شهر. میگه بسیار خوب. میگه ما یه بار دیگه سعی میکنیم که با دوستتون زیدار تماس بگیریم، ولی اگر نتونستیم لطف کنید بهش پیغام بدید که یه سر به ما بزنه. حتما. میگه روز بخیر، کلاش اینجوری میکنه و دور میزنه میره. بعد میگه اگر که دوباره یادآوری میکنم چیز دیگه یادتون افتاد لطفا به من بگی. حتما. یارو این دوتا میرن به سمت خونه زیدار. تو هم میری تو که سر صورتی آب بزنی و صابونه بخوری و لباس بپوشی و هر کاری که میخوای بکنی. زیدار تو گرم کاری، ولی با این حال یه تاس دیبیست بریز. باشه. یه خود صدای موزیک مد رو کم میکنی. موزیک دیگه نیست الان. موزیک صفحه دیتونی میاد. الان موزیکی نیست. من موزیک نفش نمیکنم. برای من داره میاد. در ریست کنم بره. خب. شما یه تاس بیستایی بریز. آره ریفش کرد موزیک رفت. خب. برای هوشیاری. یعنی برم توی ویزدم هم بریزم درسته؟ یا انتلیجنس هم چی؟ پرسپشنه اگر که پرسپشن هم بریزم. آره که ببینیم چقدر حواست جمعه. بیختم. خب 4 خیلی کم. دوباره اینا میان در میزنن و تو باز نمیشنوی و بعدش دیگه میرن دیگه. اونا که رفتم من میرم پیش زایدار. من میرم پیشش یه سر بشودم میرم اون چی شده و اینا. بریم با هم دیگه یه کچاپ بکنیم. اوکی تو میدونی که از این در هر چقدر هم در بزنی فایده نداره. باید بری از در پشتی از در آشپزخونه بری تو. با ننی پیرش اونجا همیشه هست. اونجا باید صحبت کنی. اونجا منو میشناسه ننیه دیگه نه؟ آره دیگه اصولا هم از اون پشت. ننه جون سلام ولکریسم. این زایدار کجاست؟ میگه برای تو اتاقشه. میرم سراغ زایدار. میگه صابونه خوردی؟
آره آره دست شما درد نکنه الان توپ توپا. اونم میبینی که داره یه سری سبزیجات له میکنه که بعدن آبشو بگیره بده زیدار بخوره. بچه نونو رو میری بالا میبینی که شلخته و پلخته، یعنی از دم در راه رو همینجور چیز ریخته. خود زایدار دیگه. و در اتاقی باز میکنی کتاب رو زمینه، نمیدونم بقایای غذای چند هفته پیش هنوز روی چند تا میزه، مثل بقیه گیمرهای تویچ داره. آره. پرده ها بسته است، اتاق تاریکه، هیچی نمیبینی، اصلا معلوم نیست تو این تاریکی چجوری داره اصلا میخونه. و جوینتش ولی سیگارش گوشه دهنش همیشه روشن. آره. صداشو میشنوی که یه جا چنباتمه زده، کتاب رو پاش داره میگه هرچی تونستم راجع به این دیشب خوندم. و زایدار چه گوی خوردی الان؟ ما چه اتفاقی برام میفته اگه نمیدونی؟ بریم پیش ولوس. من اصلا به ما چیو امضا کردم اصلا دقیقا؟ بریم بپرسید. من از دیشب تا حالا که این کتاب خوندم اطلاعات جدیدی کسب کردم. یه تاسی هیستوری برید. اینجاست که من لول زدم. بفرما. اوکی. رنگ تاس مال کی بنفشه؟ اینو عوضش بکنیم بابا. جیسنه. عوض کنم. همین آبی پررنگه. آره عدداش بد دیده میشه ولی خب من تو توی اون قسمت چت نگاه میکنم که چی ریختی. بازی کنیم عوض کنم. تو توی تحقیقاتی که کردی تا الان فهمیدی که شیطونا اول و آخرش دنبال اینن که وارد یه معامله بشن با آدم ها. و هدف نهاییشون اینه که تا میتونن روحا رو به سمت جهنم جذب بکنن که این روحا بعدن تبدیل میشن به یه سری شیطونک که اون شیطونک ها میتونن تبدیل بشن به شیطونای بزرگتر و قویتر و با روحا میتونن ماشینالات و تجهیزاتشون رو شارژ بکنن و سوخت تمام دستگاه‌هاشون با روح آدمای نفرین شده است. و یه جایی دارن که رسمن میشیم سلیو شیطان دیگه، برده شیطان میشیم دیگه، قشنگ دیگه. شما اگر که بمیرید روحتون میره در جهنم و به صورت یه شیطونک از توی یه رودخانه‌ای هست به اسم ستیکس، از تو اون رودخانه روحتون در میاد و تو جهنم. شیطونا مشکل بزرگشون تو جهنم اینه که با دیمنا درگیره و تماما سعیشون بر اینه که این دوتا نیرو سعیشون بر اینه که همدیگر رو در جهنم به همدیگه غالب بشن. دیولا کیاتیک ایولن، لافول ایولن ببخشید، یعنی قانونمندن و بدجنس. ولی دیمنا کیاتیک ایولن، بدجنسن و اصلا کیاتیک هم دیگه، حالا خودتون چیز بکنید ترجمهش. و این جنگی که بین این دوتا گروه درگیره، بین دیمنا و دیولا، خیلی وقته که هست و بهش میگن The Blood Wars، جنگای خونی. معامله دیولا رو اشکال گوناگون داره، هر کدومش به یه شکلی. مال شما روی کاغذ بوده، بعضیاش روی چیز سنگه، بعضیاش روی پوست تنه آدمه، مثلا تاتو. مال شما همش کاغذ بوده، روی کاغذ بوده و این کاغذ در یه جایی نگهداری میشه. اگر بخواید که باطلش بکنید باید به کاغذ دسترسی پیدا بکنید یه جوری.
هیچ رو هیچ ایده‌ای داریم که کاغذ ممکنه کجا باشه؟ اینا توی جای مقدسی دارن یا جای نگرشون می‌دارن اینا رو؟ خونه باشه. نظر شخصی زیداره. آره نظر شخصی منه. اما اینجا که داریم به هر حال یا تو خونه است یا سرنخو بتونیم بهترین مسیر ازش پیدا کنیم دوباره. ببین یعنی ما در از تکنیک دو وقتی که نمردیم تسلیم شیطان نمی‌شیم هنوز ها؟ نه. یعنی الان نمیتونن یهو به ما مثلا سپل بزنن جادو بزنن و ما رو یهو بکشن به یه جایی و این چیزا یا خبر نداره. ببین من یه دونه داستان دیگه هم دارم که یه چیز دیگه میاد به خوابم. حالا دیگه من میگم ولی خب هیچ رابطه‌ای به اون داستان و این پیدا نکردم که بتونم اون great elder بود old great بود چی بود این رابطه پیدا نکردم از دیشب تا حالا به این دیتی هیچ رابطه‌ای ندارن تو این جنگا هیچ چیزی ندارن great old one بهت چیز رو یاد میده که متنای مختلف رو بتونی بخونی و بهت دیویل سایت میده که مثل شیطونا بتونی تو تاریکی ببینی. خفن. ولی خودش خیلی راجع به اینا یعنی ربطی به اینا نداره. میخوایم تو این جنگ مشارکتی نداره. دست نه 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 این اصلا یه الینه. کلن در این گالکسی فقط خودش و خودش و رابطش که تو هستی. خیلی با حال Alien vs. Predator-ش میکنیم یعنی میرزیم به جنوب. من میگم پاشیم بریم بار مهر اونجا که ولوس تاپاله هم بریم یه صبحونه یه برانچ مشتی بزنیم هم با ولوس یه حرفی بزنیم که اسم ببینیم شاید اون یه اطلاعاتی داشته باشه اون همه چیزا چون میدونه توی منطقه بریم من بریم ولوس دو تا محل دو تا سرنخت داریم نه پیشنهاد تو بریم پیش ولوس پیشنهاد من اینه که دوباره این خونه یه سرکی بکشیم اون که باید یه آشکی بریم و حالا بده بریم پیش ولوس اگه خواستیم بریم پیش ولوس لباساتون رو تهم میکنین و بسایلتون رو برمیدارین فقط توی ورقه هاتون نگاه کنید که اکویپمنتتون یه دقیقه برین روی تب اکویپمنتتون ببینین که زرهتون و سلاحتون رو کلیک کرده باشین چون برای شب مهمونی اونا رو گفتم وردارین آره که... نه من رفتم کلیک کردم آره. اونو درست کنید بعدش نزدیکای ساعت 2 بعد از ظهر میرسید به این قهوه خونه ای که به اسم ستاره طلایی هست. وارد قهوه خونه که میشید مثل همیشه پر از آدمه و چند طبقه داره و هر طبقهش یه سری آدم نشستن. خیلی زمانی نمیبره براتون که ولو رو پیدا بکنید پشت بار نشسته مثل روزای دیگه میزاشو نذاشته کتاباشو برای فروش نذاشته خبری از این دکونش نیست خودشه و یه بطری شراب که گرفته دستش و در حال صحبت با یه خانم جوانیه و متوجه شما هم نمیشه که وقتی میایین با میسین کنارش گرم صحبت با خانمه و اونم میگه که آره حتما من برات جور میکنم میگه پس چند تا پوشن میخوای میگه حالا فعلا دوتا پوشن کافیه تا بعد من بهت خبر بدم میگه بعد میای میبریم یا بیارم میگه نه میام میبرم بعد دخترم میبینی که یه نگاهی به شما میکنه یه لبخندی میزنه و میره بولو برمیگره میگه او سلام بولکاریس میگه من تو مهمونی هر چی سعی کردم پیداتون بکنم نتونستم کجا بودین شما؟ من بودی اونجا ما هم دنبالت گشتیم خب من ماسک سرم بود هیچ نشونه از هم بود ازت میگه آره این ماسکا خیلی بد بود ما هم نتونستم خیلی با کسی درست حسابی معاشرت بکنم
ولو میخوام چیزیت بگم، چون تو دوست فامیلی قدیمی ما هم هستی و آشنایی، بالاخره و اتفاق خیلی عجیب غریب برام افتاد دیشب. خب و اینکه ایده آیسا بریم یه جایی که میخورده امتره که کسی نشنه، این وسط بهترین کارن. اوکی میتونیم یه سایی بریم جایی پرایوت حرف بزنیم. میگه که آره بریم اینجا، یه سه پرایوت روم داره، من الان یه دونه از اونا رو رزرو میکنم بریم اون تو. خلاصه میرین تو اون اتاقه و میگه که میدونی اصلا چیه، من خودم هم خیلی اطمینان به این پرایوت روما ندارم، اگه خیلی مهمه بیا همجوری قدم بزنیم با هم دیگه تو شهر بریم. من باید برم یه جایی رو ببینم، میخوام بخرم، در این همجور را رفتنم صحبتمونو بکنیم. جیسن تو میوت کردی خودتو یا نه؟ من میوت کردم و ایس فیزی که یعنی دارم میتونم حرف بزنم، بعد میتونم امیتان بکنم. اوکی فهمیدم. اوکی بریم قدم بزنیم و حرف بزنیم. اوکی میبینی که با توی شرابشو میگیره دستش، میاد و با هم دیگه میرید به سمت مرکز شهر همجور که دارین را میرید و حالا میگه که چه اتفاقی افتاده. میگم تا حالا شده توی موقعیتی قرار بگیری و کاری بکنی که نمیخوای بکنی؟ میگه تا دلت بخواه. میگم با شیطان پیمان امضا کردیم، اگه بمیریم برده میشیم، ولی حالا که زنده ایم. این اتفاق دیشب افتاد توی این خونه، اسم خونه ای برم رفته الان کاسمانده. آره میگه جدا؟ آره تو زیر زمینه چه سرمونی شیطان پرستی با هم رفتیم فضولی، اصلا دنبال چیزی که بودیم، دنبال اون رفیق تو داشتیم میگشتیم، ما یه سری داستانای دیگه فکر کردیم قرار چه اتفاقی بیفته که یهو سر در آوردیم از توی زیر زمین اون خونه و یهو یه مراسم شیطان پرستی بود و همه به سر مجسمه آتیش گرفته و آتیش نگرفته، مجسمه آهنی بود، اینقدر داغ شده و قرمز شده بود، بعد یه پورتالی باز شد و شیطانی اومد و مجبور کردم ما چیزی رو امضا بکنیم و خلاصه الان من چی کار باید بکنم که روح هم مدیون شیطان نباشه. بیچاره تمام مدت اینجا داشت بهم بد میگذشت، خوش منم بودم. آره پارتی خوبه اونجا بود که ما بودیم، مثلا ناراحت نیستم از این موضوع. رفته بودیم برکاین داستان دیگه که شنیده بودم که این فرقه شیطان پرست در شهر مشغول هستن و اکتیون، ولی هیچ کدوم از رؤساش یا چیزهاشون رو نتونسته بودم تا الان پیدا بکنم. خیلی برام جالبه که این خانواده در ارتباطن، اصلا فکرش نمی کردم. میگه که حتما شنیدید که دیشب بلک وایپر دوباره کار خودشو کرده و یه سرقت جانانه انجام داده. یعنی سرقت مالی بود، دنبال چیز حساس‌تری بودن. همونجا سرقت انجام داده تو پارتی ما نه؟ آره آره آره. میگه که این بلک وایپر کارش یه شخص، بلک وایپر ها؟ یه شخص آره، حتما همون دختر هست دیگه. کسی تا حالا نتونسته بگیرتش، ولی تخصصش تو چیزای عتیقه است، عتیقه ای که من بهشون میگم آرتیفکت و ماجیک آیتم. من اصلا عاشق دختر دوزدم. میگه آره مثل که دیشب شبیخون زده، این بارنیبوس سوال جواب میکرد، سراغ منم اومده بود، احتمالا سراغ شما هم اومده. میگه اتفاقا من به بارنیبوس میخواستم ماموریت پیدا کردن رفیقمو بدم که شما گفتیم حاضر قبول بکنین. راستی چی شد؟ میخواستیم همین بیایم بگیم که بریم ادامه اون داستانم هم بریم بگردیم براش، ما این قلو بهش داده بودیم دیگه زایدار که پیدا کنیم رفیق ولو رو. آخرین خبری که داشتیم دم بندر یه سری آدم اونجا مثل که درگیری شده بود و اونجا آخرین بار بود که گفتید دیده شده بود و این همین اکیپ این مارای بالدار که خالکوبی شده روی این گنگه، اونا هم درگیر این داستان بودن. حالا ما نمیدونیم اینا آره. سرقت کردن، گروگان گرفتن، پول میخوان در ازاشو چی میخوان.
ولی میریم دیگه دوباره ما میاد آرتیفکت ها دیگه نه میگه که ما چه چیزی داریم چه زن چی میگن استیکی داریم توی این جای کیچی خودمو میام ولو گفتش که اگه شما کمک کنین دوستشو که گم شده پیدا بکنیم پول میده بهت پول میده بهمون درسته الان یادم اومد ببخشید درست بریم دیگه بریم خب شما میرسید به یه منطقه به اسم ترول سکول الی و یه قهوه خونه خیلی قدیمی متروکه است در پنجرهش بسته است دو طبقه است شاید هم سه طبقه بعدی میگه که اینجا رو برای فروش گذاشتم و من میخوام اینجا رو بخرم به نظرتون جای خوبیه ولو میگه آره ولو میگه میگم چرا که نه میتونی یه دفتر طبقه شم یه دفتر درست کنی دفتر کارگاهی ماها باشه ولکریس و زایدار میگه آره بعدم نمیاد میگه که راجب این شیطان پرستی و صدات نیومد جیسن هرچی مستی بگی الان صدا میاد آها من این سپیسی که نگه میدارم باید حتما به تصویر اون باشم به هر حال تکنیکی میگم دوربر نگاه میکنم چه جور محلیه آخه سوال پرسید دیگه که سپیس تو محل... ورده به نظرم بذار عادی باشم چه صدات بیاد دیگه اینقدر سپیس نزنی منطقه که شما الان هستین این تصویر عکس پشت سر منه که ببینید حال هوای شهر این شکلیه و یکی از کوچه هایی است که مثل این عکسی که الان پشت سر من هست به بندر نزدیک نیست بیشتر تو مرکز شهر پلیسی یاده چه پلیسی بیام داره برام چیز داره امنیتش به نظر خوب میاد و توش هم توی محله سری مغازه های خوب هست که چشمتون رو میگیره یکیش که یه کتاب فروشی قشنگه که یکیش یه دونه گل فروشیه و هربالیست چیز پوشن فروشیه و میخوای چیکارش کنی اینو بلوس میگه که والا اینجا قبلا یه قهوه خونه بوده من هنوز خیلی تصمیم جدی ندارم راجبش فعلا میخوام ببینم اصلا چیه داستانش تا بعد بیام سراغش به نظر خوب بیام میگه که بذاری من یه مقدار تحقیق بکنم راجب این داستان براتون شما مگه میشه به تحقیقاتون ادامه بدین چون الان روز دومه که فلون به خونش برنگشته از اون شبی که با من اومده بیرون آره معمولا میگه که 48 ساعت اول پیدا نکنید جسدش رو پیدا میکنید آره دیگه من دارم کم کم نگران میشم از این موضوع واسه همین شما اگر میتونین به تحقیقاتون ادامه بدین منم براتون تحقیق میکنم که ببینم این ماجرا قضیه آره من میخوام بدونم که ما اونجوری که شنیدیم و تحقیق کرده زایده تنها جوری که میتونیم از این عهد در بیاییم که بریم اون قرارداد رو پیدا کنیم و پارش کنیم و بندازیمش دور میگه که خب شاید همراه دیگه باشه ولی من نمیتونم الان جوابشو بدم باید یه ذره راجبش تحقیق کنم چیزه مرسی باشه میرید بلوز میگه که شما برید و تحقیقاتون رو ادامه بدین منم میرم تحقیق میکنم بعد فردا همین موقع بیاید تو قهوه خونه ستاره طلایی دوباره با هم دیگه بشینیم ببینیم که تا کجا رسیدیم ایوال بریم ما بریم تمام بندر دیگه فکر کنم دیگه زاره. آره شما تا آخرین جایی که دنبال کرده بودین این داستان رو دم بندر بود نزدیکی اون مغازه‌ای که یه عروسک فروشی بود که ترینکت‌های زیدار رو قرار شد
باش وارد معامله شد که بخره. یه مغازه بود که همه چیزاش بنفش و صورتی بود، فقط چیزای صورتی و بنفش میفروخت. یه پیرمردی بود که از ویترین پنجرش هم یه عروسک با چند تا چشم آویزون بود. نمیشه پیرمرده یه سر در صورت اون قهوه خونهی که ولو و فلون با هم دیگه رفته بودن دو شب پیش دم اونجا بود. منتها شما رفتید اونجا یه قتلی صورت گرفته بود و اونجا رو پلیس بسته بود و نتونستید دیگه به تحقیقات خیلی ادامه بدید. اون کسی که به قتل رسیده بود که فلون نبود که. ولی نه شما از روی لباساشون فهمیدید که هر دوتاشون مربوط به دوتا گنگ مختلف بودن که زده بودن تو تیپ و تاپ هم دیگه، ولی نمیدونیم که کی بود و کدوم گنگ به کدوم گنگ زده بود، ولی معلوم بود که قیافه ها همه خلاف بودن، هیچ کدوم قیافه هاشون چیز نبود. خود مغازه داره که تو زیدار باش چیز کردی، اون بهتون گفت که دو نفر رو دیده بود که وقتی از تو قهوه خونه اژدهای سیخ شده در اومدن از پشت میپرن کیسه میکشن سرشون میزننشون میبرنشون. این رو هم قبلا فهمیده بودید که اون حول حوالی دو نفر رو خف کردم، ولی ولو میگه من باش خدافزی کردم با هم اومدیم بیرون. چیزی که شما اضافه فهمیدید اینه که ولو خدافزی کرده اومده بیرون، اون برگشته دوباره تو قهوه خونه و یه نوبل دیگه یه اشرافی دیگه اومده اونجا با هم دیگه دیدار داشتن و اون دو نفر رو بعد خف کردم گرفتم بردن. ولو به من ببینم که ولو دیگه نیست با اتون. شما با ولو خدافزی کردین اومدین دم بندر نزدیک این بندری که هستید. میگم اون مغازه اینجاست و پلیس هم حضورش مثل دفعه قبل خیلی نیستش. میتونیم بریم سر بزنیم به اونجا، میتونیم بریم به این رفیق هم سر بزنیم باش حرف بزنیم چیزی دیگه میدونه. نظر تو چیه ولکاریس؟ بریم صحبت بکنیم، ولی من به نظرم بریم بیشتر توی این گنگا رو در بیاریم، این هدکوارترزشون رو بریم پیدا کنیم کجاست، تو کدوم محله است، بریم سرنخ خطوری شروع کنیم. همین این کسی که تو گفتی بریم باش حرف بزنیم دیگه، بریم همون تو قهوه خون. بریم پیش اون یارو که فروشنده بود. من اون دفعه ازش فکر نمی‌کنم پرسه باشم راجع به این پرنده پروانه چی مارگالدار نبود. درسته یه دونه پرنده آبیه، درسته مار بالدار بود تتوشو. آره مغازه داره میگه که من یادمه که یه تتوی مار بالدار روی دست یکی از این کسایی که اون شب پریده بود این دو نفر رو گرفته بود و برده بود و دیده بود. دنبال چی هم فکر میکنی اگه بخوای حدس بزنی؟ من فکر میکنم که یا دنبال پولن، اگه دو تا پول آدم اشرافی بود همینجوری یه به همین راحتیه پول نه پترین خواست ندارم. بیا چیز کنیم، بیا تله براشون بذاریم بلکارید تو جود تره. بیا شب تو اینجا یکیمون آماده باشه و من با لباس من بیت میشم، من توبه میشم، من با لباس اشرافی میام اینجا توی شهر توی این کوچه تاری گوچه موشه ها میشرخم و تو از دور منو بپا ببینیم که آیا کسی پیدا میکنیم که این خالکوبی داشته باشه که بیاد بخواد به من حمله بکنه و من جادو مادو هم آورده میکنم. بعد فکر من میتونم پشت بپرم یقه کنم یارو رو. آره اگه بعد بشه بتیم از سوال پرسش کنیم دیگه، بشیم یقهش کنیم سوال پرسش کنیم. اگر فرض کنیم که فقط برای دارن دوزی و اینا دارن میچرخن، اگه فرض کنیم که فقط دارن دوزی اینا دارن میچرخن، خب بیان خف کنن دیگه، بیان خف کنن بریم چی میگن، نظر چیه؟ فکر خوبی، ولی اول یه سوالم بکنیم از مغازه دار و این قهوه خونه بریم چیز دیگه گیرم میاد. تنها جایی که هنوز نرفتین اژدهای سیخ شده است. سیخ شده. قهوه خونه ای که اینا
اونجا اصلا بودن. بریم بریم اول اونجا یه ذره ریسرچ بکنیم. بریم اون تو، بریم اون تو، ولی بریم اون تو همین کارو بکنیم. بریم برنامه رو همین کار همون اونجا کارو بکنیم. بیا جدا جدا بریم اون تو. اول تو برو تو. خب؟ و من یه دقیقه بعدش میام تو. و فرض می‌کنیم که دیگه نمی‌شستیم. دو طرف مخرفه اون قهوه‌خونه می‌شینیم و مناظره و نظاره می‌کنیم. ببینیم چه اتفاقایی می‌افته و بعد ببینیم که چیکار می‌تونیم بکنیم. Okay. شما دوتا لطفا خودتون رو توصیف بکنید که چی تنتونه، چی بهتونه، چی من شنل سوسولی دارم خب و عصای سوسولی. این عصای سوسولی آرکین داره، تا اونجا که میدونم میتونم این اسپلا هم میتونم روش تمرکز کنم خب. و اگر این کار رو بکنم چیز میکنم، همین کاز فیرم وی که ترس میذارم به ملت رو میذارم به عصام. اوکی طرف ازا بترسه اگر لازم باشه. منم که زیرو سلاحامو که بهم آویزونن و منم یه شنلی دارم که روی زره چیه؟ چرمیه یا زنجیری؟ چین میل. خب زنجیری. بعد کوله پشتیتون هم همراهتونه که همین خرت و پرتا همیشه توشه؟ من کوله پشتی با جای امنی ندارم که بذارم دیگه. مثلا خونه مونه بود. نه، راستی خونه دارم. نه، کاملا تیپ میذارم سوسولی ولی کم بگو. انبار میام خب. بعد همین شنل و عصا انجرم هم روی کمربندمه ولی اون پشت هست همین لباس سوسولی همین. بعد اون شنل سیاه و ماسک طلایی که از اون شب باهاتون مونده اون رو همراهتون دارید یا اون خونه است؟ سوال خوبیه. ماسکشو نه ولی مثلا البته چرا ماسکش رو به درد من تو کوله پاشی ماسک ولی شنل تنمه. شنل سیاهه هنوز تنته. بذار دو تا حالت رو امتحان کنیم. بذار یکی اون تن کنیم یکی تن نکنیم که اگر یکی اون گیر افتاد اون یکی گیر نیفته. اوکی. اوکی یعنی من اینو هم تو شنل سیاه میخوای تنت بذار زاید دار تو که بیشتر اهل دارک آرتسی. من میشه خب معمولی تنم با چی فرق نمیکنه. من تنم میکنم. من چه شیطون لباسو یا شیطون تنم میکنم. اگه درست فهمیده باشم ولکاریز لباس خودش رو ترش میکنه انگار که همون نمیشه لباس شیطون نیست شنل سیاهه که اون شب توی مراسم شیطون پرستا بهتون دادن همون همون خب مثل شنل زورو میمونه ایوالا. توی این محله که میرسین دور تا دورتون که نگاه میکنین میبینید که خیلی محله فقیر نشینیه. قیافه ها همه خیلی خلافه. اکثر این کوچه پس کوچه ها کثیفه و پر آشغال رو زمین. گربه و موش های بزرگ شهری در اکثر کوچه ها دیده میشن که مشغول آشغال خوردن هم. به اضافه مرغ های دریایی که با هم دیگه اونا هم سر آشغال دعواشون میشه. و از یه جایی به بعد میبینید که تمام این چراغا رو که تو خیابون هست که شبان نور میده اینا رو همه رو شیکوندن. میگم خیلی منطقه خلافیه وقتی داریم میریم به سمت اون قهوه خونه اژدهای سیخ شده. قبل از اینکه در رو باز بکنید میبینید که در اینجوری محکم باز میشه و یکی رو پرت میکنن بیرون وسط خیابون. خونه نمالی یارو بلند میشه سرش اینجوری بلند میکنه که یه چیزی بگه و میبینی که اصلا جون نداره حرف بزنه. دوباره کلش اینجوری تو گلا میفته پایین و یارو میگه که دیگه پول نداشتی نیا اینجا عوضی. یه دونه کفشش هم که جا مونده بود پرت میکنه رو کمرش. بعد یه نگاه به شما میکنه نیشش باز میشه میگه که اول ووکاریسه من نیستم. اول ووکاریسه. آره چون من میخوام یه دقیقه اختلاف پایش پشت سر بیام. من مثلا اون پشت باشدم به فاصله نگاه میکنم سر تا پاتو نگاه میکنه میگه که خوش اومدین بفرما همین الان سوپو گذاشتم یا بخوایی کله پاچه بدم بهتون. سوپم حال میده. آبجو هم دارین که؟ میگه بله آبجو هم دارین. بله آب چیزای دیگه هم داریم همه نمایهات قاطی.
ببین من اینجا نیستم، فقط توی من پشت تاریکی ها قایم شدم نگاه میکنم. اوکی یه تاس پرسپشن بریز جیسن حالی که قایم شدی اونجا. هم ستلت بریز هم جیس پرسپشن ببینم چقدر خوب قایم شدی، چقدر هم خوب حواست به دور بره. آره خیلی خوب. اصلا نکته این بودش که ما انگار هم دیگر نمیشناسیم آدم های جدا بریم. این پر این فکر کنم پرسپشن بود. پرسپشن تقریبا سرت مثل شترمرغ زیر ماسه است. خب ستلت هم ولی مثبت دارم، ببینم ستلت هم چیکار کرد. اوکی تو این خفنه که خودش هم نمیدونه کجاست. این سایه لابلای دیوار پنهان شدی و هیچی ازت معلوم نیست، حواست خیلی به اطراف نیست، ولی یه جوری قایم شدی که رفتم تو بشکه قایم شدم. سایت هم نمیتونه خودت رو پیدا بکنی. تو توی خود بشکه در گذاشتم، نمیشدم چیزی رو کسی نمیدونه. و از سوراخ دارم نگاه میکنم، این جزیره این پرشر آیلند هستش که از تو بشکه ببینم. فقط اینو دارم، فقط اینا رو ببینم چی میگن دیگه. اوکی تو میبینی که ولکاریس رفت تو، میرو تو و میبینی که میگم الان مثلا بعد از ظهر ساعت 3:30-4 تعداد آدمایی که اینجا هستن خیلی زیاد نیست، چون معمولا شبا شلوغ میشه، نسبتا خلوته، 4-5 نفر آدم بیشتر نیست. یارو میگه که شما سر بیارم جوون. با منه یا با زاردار؟ نه با ولکاریس دیگه. ها با ولکاریس. یه سوپ شراب، شراب بسن. یه سوپ جو تو... یه آب جوی مشتی. زیدار تو که قایم شدی؟ اما که قایم شدم. آره تو که مثلا من بعد 5 دقیقه میرم تو. بعد از 5 دقیقه حالا بزنیم. آره من بگو وقتی میام تو. آه دقیقا همون. یه گوشم میرم میشینم یه جایی که هم پشتم به دیوار باشه هم در اصلی رو بتونم ببینم. اوکی. این چشم به در اگزیت باشه و پشتم به دیوار باشه. میری میشینی، اینم میره برای یه چیزی بیاره. یه نگاه میزنم دور ببینم صحنه چه جوریه توی این اتاق، کی به کیه، کسی این گوشه‌ای داره کار میکنه، ورق بازی میکنه، کسی میگن و میخوام مست و پاتیل. آره یه جا یه میز هست که 3 نفر نشستن دارن تاس میریزن و 2 نفر دیگه هم پشت بار نشستن دارن برای خودشون یه چیزی میخورن، با هم دیگه هم حرف نمیزنن. اون 3 نفر دارن قمار میکنن، این 2 نفر هم دارن یه چیزی میخورن. غیر از اینم خیلی کس خاصی نیست، همشون هم مردن، هیچ زنی دیده نمیشه اینجا. یارو بارتندر هم یه مرد کچل دماغ گونده از این سیبیل هیتلری هاست که به نظر نمیاد که پیرهنش یا لباسش یا پیشبندش هیچ کدوم مثلا عوض شده باشه یا شسته شده باشه، همینجور کثافت رو کثافت. شبیه بابای جیسنه. سعی میکنه که خیلی تمیزش بکنه ولی به جایی نمیرسه. میاد یه ظرف جلوت میذاره، آبگوشت بزباش با عرق سگی محل. بابا بفرما، میرم تو کارش. اوکی فری کثیف اینجاست دیگه. آره دیگه قیافش قیافه اینجا کثیفه ولی غذاش خوبه. غذاها رو میزنی و درینکه رو میخوری و زیدارم میبینی که وارد قهوه خونه میشه. میرم گوشه ترین و تاریک ترین جا میشینم. یه جا دیگه تو هم میشینی، نمیری سر میز ولکاریس میشه. نه عشنگ مخال دوتا احمدترین کاراگاه های دنیای ما دوتا. آره دور ترین جای ممکن تو اتاق بهش نسبتا که جایی نیم گوشه ولی اون بر قشنگ. خب تو هم یه نقطه تاریکی رو پیدا میکنی که نورم کم داره توش، میری میشینی اونجا. یارو بارتندره میاد
میگه که واسه شما چی بیارم رفیق؟ میگم که من راستش خیلیم قضیتون خیلی خوبه، هرچی که خوبه یه پرس بیار برام. بعدم قصدم اینجا شما اتاقم دارین یا نه؟ میگه نه متاسفانه اتاق نداریم برام. اشکال نداره، اشکال نداره، مرسی. اوردر رو میگیره و یارو میره. دیگه چیکار میکنید؟ منتظر قضا میشم دوربر رو هی نگاه میکنم ببینم چیزی مشکوکه و دیگه همین بررسی میکنیم. کسی مشکوکی به نظر نمیاد. میگم سه نفر دارن روی یه میز قمار میکنن، تاس میریزن، دو نفرم رو بار نشستن دارن درینکشون رو میخورن، کاریم به هم دیگه ندارن. اما اولش که میایین تو یه نگاه بهتون میکنن و دوباره برمیگردن سر کار خودشون. من غذا رو میخورم و اینکه اگر اتفاقی تا آخر غذا خوردن نمیفته دوباره با براش مثلا موقع حساب کردن میتونم به اونجا پسورد کنم. ولی اتفاق خاصی نمیفته موقع حساب کردن غذا دیگه مثلا حساب کردن میخواد ازش سوال کنم، مثلا بهش تیپ خوبی میدم و بعدش میپرسم که مار بالدار برای تو چه معنی داره؟ میگه بستگی داره داشت کی بپرس. من دارم میپرسم. میگه تو کی هست؟ من پسر یه تاجرم. میگه که خب پسر تاجر، پس میدونی که اطلاعات مجانی به کسی داده نمیشه این روزا. میگم که من که خواهد بسرفی من الان خوب تربت کردم، این همه تیپ خوب بهت دادم. بله تیپ خورانم بله اون، ولی اطلاعاتی که میخوای جداست. خیلی خوب، چی میخوای از جونم؟ جونتو نمیخوام، پولتو میخوام. خیلی خوب، میگم چی میخوای از جونم؟ اگه من رقمی نمیده چه میدونم، یه بسیارم چقدر پول دارم سویچ بدم بیه. نگاه کنم ببینم چقدر پول داری. آره من نگاه کنم ببینم قضا چقدر شد توی منطقه. اکویپمنت کجا بفهمم پولم؟ آه 25 دیگه سکه. بعد قضا بایم چقدر شد؟ بگو قضا بایم چقدر شد؟ الان بهت میگم. اون مدل غذایی که تو میخواستی اینجا بخوری واسط 2 سکه طلا شد. آه خیلی خوب، من برای حساب کردن به 3 تکه طلا دادم بعد ادا در آورد، درسته؟ آره. یه دونه تکه طلا دیگه میندازم رو میز ببینم چیکار میکنم. میذارم رو میز، محترم میذارم، نه بهش بی احترامی نمی کنم. اوکی. چیز هم هستش ببینم، جادو مادو ندارم که باش صحبت کنم، میذارم ببینم، یه نگاه میکنم. جادو نمیخواد، اگه پرسویشن داری میتونی از طریق پرسویشن. من مثبت 5ه. خب بالاترین مهارتم تو همه مهارتام. خیلی خوب، پس از اون سو. آره یا حسین 13 به بالا میخوای؟ من ریختم. نه یارو فکتو میزنه زمین تو صحبت، خیلی با صحبت چیز نمیکنی. پوله رو میگیره میگه مار بالدار دوست عزیز نشونه این گنگایی هن که به زنتار معروفه. گنگ زنتار حرفشون چیه؟ چی میخوان؟ ببینید کجاست هدکورترشون؟ کجاست؟ اینا مثل خود تاجره ولی تجارت برده میکنه و خلافای دیگه. کجا میتونم پیداشون بکنم باشون معامله کنم؟ میگه تو خیلی جوونی پسر، بخوای بری دنبال این چیزا ولش کن، برو به همون کار تجارتت برس، این کارا رو بذار به عهده پلیس شهر.
یه سکه دیگه هم میدازم رو میز. یه تاس دیگه هم بریزم یا همون تاس اولی هست؟ نه، تو میبینی که سکه دومی که میندازی رو میز، یه نفر میاد میشینه بغل لسه رو میز. بعد بارتندره یه نگاه نگاه بهش میکنه، پولایی که بهش دادی رو از رو میز ور میداره، میگه که هر وقت خواستی بیا اینجا، وسط غذا داریم، همه چی داریم، فقط جا نداریم برای خواب. مرسی، لطف داری. بکنم چیزی که میخواستم پیدا کردم. اون میره و بر رو میکنم به این بابا که نشسته اینجا، میگم بیا بریم قدمی بزنیم. میگه که شما بچه کونیا فقط خوشیتون میاد بیان اینجا پول خرج کنین، همینو فقط یاد گرفتین، بابای پولدار، ننه پولدار، بیان اینجا پول خرج کنین. نمیدونم چی بگم. میگم که میگه من اومدم بهت بگم اگه میخوای مثل اون دوتا بچه کونی دیگه که سرتاشون اینجا هم آوردن نشی، از اینجا راه تو بگیر برو. خب اینجاست که ببینم جادو داشته باشم بکنم وجودش. این یه اطلاعاتی داره دیگه، باید یه جوری اینو خفتش کنیم. آقا من چیز دارم، اصلا روش کاسفیر زدم. یه کار بکنم یه رو از من خیلی بترسه. اسم اون رفیق چی بود؟ اسم رفیق رام ولو؟ نه فلوم. فلوم من دنبال قاتل فلوم هم، دنبال خود فلوم هم. اولا که شما نمیدونیم واسه نمیدونیم زنده است یا مرده، قتلی صورت کرده. آره خود فلوم. ولی خب آره من ترس رو میزنم و بعد از اینکه ترس رو زدم ببینم میگیره نه، ازش میپرسن که خب جادو تو بخون توضیح آره. بده جادو چی کار میکنه. دارو ترس جون میگیرتش و باید هر دور تاس ویزدوم بریزه تا اینکه بیاره و بعد ترسش تموم میشه. بعد از ترسش هم میفهمه که تو بهش جادو زدی. خب من باید چند بیارم؟ دی سی شما چند؟ 13. نه بشت میفهمه که تو جادو زدی، اون ما جادو دیگه اوکی. آره میدونم، ولی من 13 به بالا باید تاس بیارم که مقابله کنم در برابره. آها دو شما نمیاره. یارو میبینی که از ترس رنگش میپره، مثل گچ سفید میشه و عقب عقب میره، از او صندلیش هم میفته زمین وقتی عقب عقب میره و پته پته میکنه و از قهوه خونه میزنه بیرون. من اینو که میبینم سریع پا میشم میرم دنبالش. بگیرش با همارو بده زیر پایی چیزی بگیر دم در نیستش باید شما بازی کنید. اوکی یارو میبینی به دو از در میره بیرون، تو هم پشت سرش میری بیرون. حالا یه شروع بازی بریز که ببینم تو سریع تری یا اون سریع تری. چه تاسی بریزم؟ یه تاس بیستایی بریز، مودیفایر سرعت دکستریتی رو بهش اضافه کن، یا اگر رو کاراکتر شیتت بری رو اینیشیتیو بزنی بغل آرمور کلاسته، خودش واسط میریز. بفهمم. چرا دو دو تاس اومد ولی خودی؟ شاید که ستینگش روی اینه که دو تا تاس بریزیشون با ادوانتیج باید میریزه. حالا اون نمیشه درست کرد، منم بعد نریخته بودم ولی تو هم زیدار بریز ببینم چند میشی که ترتیب تاریخی بود. یارو انقدر تون رفت ولی تو تونتر رفتی. دکستریتی رو بریزم؟ ها؟ دکستریتی رو بریزم؟ نه اینیشیتیو. یه دی 20 بریز بغل آرمور کلاس زده اینیشیتیو.
من فکر کنم همه تاستام دو تایی، ولی خود بعدم کجا درست کنم؟ توی D&D اون بیان 20 تو روش کلیک کن، بعد میتونی یه گزینه داره که ادوانتج رو برداری، بعد خود نمیبینم کجاست، حالا میخواد بعدم بگی، حالا بعدا درستش میکنم، مهم نیستش، ما تاس اول رو میگیریم واسه دیگه. type of roll add quick roll force critical hits more options. تو بدو بدو از قهوه خونه در میای و بدو که در میای پشت سرت میبینی که زیدار میاد، پشت سرت هم قهوه خونه چی میاد، میگه آه بگرنش، پل نمیده، پل نمیده، بگرنش. خلاصه چهار نفر تو خیابون دارن میدوه، اون یکی که از ترس جادوی زیدار داره میدوه، یکی تویی که پشت سرشی و بهش رسیدی، جادو دارم، جادو دارم، بعد زیداره، بعدش هم قهوه خونه ای که قهوه خونه چیه که دم در داره حنجرهشو پاره میکنه، بگرنش، بگرنش، من میگم بابا پولت رو میزه، جواب میزنم، نگفتی جازو دارم، سی فوت، الان بیشتر از سی فوت فاصله داریم باش، نه؟ با قهوه خونه چیه تو؟ نه با اون که داره فرار میکنه، با اون که داره فرار میکنه، اون آره، از سی فوت بیشتر، 60 فوت 120 فوتی هستمونه الان، هست 120 فوتی، آره 120 فوتی هست. من یه Eldritch Blast روش میزنم. میدونی که این Eldritch Blast مثل یه چیز الکتریسیته میمونه، آره، یعنی نمایانه، اگر بزنی نداره، بذار همه از من بترسن، همه تعظیم کنن تو شهر، بزن مادرشو بگن بزن سعی اگه خورد و ایناش، من حرکت بعدی اینه که میخوام یارو رو سابدو کنم بگیرمش. اوکی، تو میبینی یک اشعه بنفش از پشت سرت اینجوری شلیک میکنه، یارو از پشت میخوره بهش، از اون ورش در میاد اشعه، یارو میگه با صورت میفته زمین، قهوه خونه چی هم میبینی وسط جیغ زدنش با میسه، یه لحظه سکوت میکنن همه، برو بدو بگی، برو ببین تا زنده است، برو ببین چی میگه، برو ورخاریس بگیرش ببین چی میگه، ببینم زنده است یا نه. هنوز میرسی بالا سرش، یارو میبینی که 100% مرده. خیلی خبی زدم، ببخشید. گایدی ها، گایدی زایده. یارو قهوه خونه چیه زیدار میبینی که آروم میزنه بهت، میگه که اون یکی رم بزن پول نداد، اون یکی رم بزن، اون یکی رم بزن پول نداد. ولکاریس رو داره نشون میده. آقا من دست میکنم تو جیب این یارو ببینم چیز میزی داره اصلا نشونی چیزی با ارزشی. کس ننه یه بارتندره میگه میگه از همون پولایی که بهت دادم مال اونو حساب بکن، پشتشو میکنم بهش میره، کس ننهش خاطر هم کن. یارو رو میگردی میبینی که تو جیبش هیچی نداره. اینو خالکوبی داره یا نه؟ خالکوبی هم نداره، نه. واسه من میگه بنده خدایی رو زدی کشتی یا همینجوری. پلیس دور و بر میبینم. کسی هست آدم دور و برمون یا نه؟ کسی دیده این صحنه رو یا نه؟ خب صحنه رو که دیدن، آره، یه سری آدم. ولی این منطقه اونقدر پلیس نداره. این اتفاقا در روز درمیون میفته. ولی سر و صدای
سوت پلیس رو میشنوید که از سه تا خیابون بالاتر صداشون در اومده، یعنی احتمالاً تا 5-6 دقیقه دیگه میرسن اینجا. تا نداره همینجا وایسم تا برسن. وای چی میخوام برسم اینجا؟ میرین دستگیرمون میکنن. یومد میخوام بهشون میخوام گزارش فایل بکنم که دوزی خواست که خواست دوزی کنه، ازم بهشون بگم حرفایی که زده میخوام پلیس بگم. اوکی ببین دستگیر میشیم و احمق دار نداره بسیدن خوبه. من پلیس حرف بزنم راجع به این یارو. من اگه نکشتم تو زده کشید هر صورت دیگه. من سعی میکنم اینجور یارو رو زنده بکنم که اگه کسی دید. خودی من سعی میکنم یارو رو زنده کنم، حتی همه فکر کنم که من دارم کمکش میکنم. یارو یه سوراخ به اندازه مشت دستت از این ور پشتش به اون ور پشتش نمایانه، دستت رد میتونی بکنی از توش. بالا سرش یه دعا میخونم پیش خدایی که بهش اعتقاد دارم روحش در آرامش باشه. پلیس میرسه؟ بله 5-6 دقیقه طول میکشه، ملت هم جمع میشن، پلیس هم میرسه. بعد یارو میبینی که قهوه خونه چیه، میبینی که این دوتا بودن، اینا زن اون زن این که این رو همجوری داره پشت سر هم همجوری داره با دیتیل بازی میده. بعد پلیس میاد میگه که شما میگم که اشاره میکنم به این اسم میگم چیز هستم، زایدار هستم. بعد اشاره میکنم به این جسد رو زمین، میگم که ایشون سعی کرد جیه من رو بزنه، موفق شد ولی خیلی نتونست بره. میگه که اولا که دزدی جرمش مرگ نیست. آره یه خورده در رفت هست. دوما قانون باید محاکمش بکنه، مجازات بشه، این پروسه رو باید طی بکنه. اینکه هر کی علکی بخواد قانون دستش بگیره نمیشه. میبینی که دستبندو در میاره، میگه شما بازداشت هستید. نداره بریم زندان. میبینی دستا رو میبنده از پشت و من که نه زایدا رو برده دیگه. آره بعد بارتندری میگه که عجب جنایتی، من تا حالا ندیدم. این از این سحر و جادو بلد بود، این از اوناست، باید آتیشش بزنی، این از اوناست، این همونا مثل اون شیطون پرستا میمونه، لباساش هم همون شکلیه، اگه بگردین حتما هم چیزا شیطونی رو از توش پیدا میکنه. یه آندرگراند سرنخ این بالدار پیدا میکنه. زندان تو زندان. میبینید یه کالسکه آهنی میاد که پنجره نداره، دور تا دورش ورقه آهنه، درشو باز میکنن، میندازنشون تو، میندازن تو رو اون تو و این کالسکه همراه با 6 تا سوار پلیس راه میفتن میرن به سمت پاسگاه. بعد 4 تا سرباز میمونن که آدم ها رو متواری بکنن و ضمناً اطلاعات بیشتر بگیرن که اینجا چه خبر بود. دستا هم میپرسن که واسه چی داشتی اینجا چی کار میکردید، برای چی یارو رو داشتی میدویدی دنبالش. من میگم به هم یکی داد زد دوز دو اینا رفتم دویدم دنبالش که ببینم چه خبره. اوکی یه وسط راه میخوام فیر بزنم رو اسب کالاسکه. خب تو گفتم این پنجره نداره که نمیتونم به خاطر پنجره هست نمیتونم. نه تو باید ببینی تارگت تو که آه
باید ببینم از یه فریم انقدی از در عقب که سوارت کردن میتونی پشت کالسکه رو ببینی، تو خیابون رو ببینی، ولی اسبا رو نمیبینی که اون جلوی کالسکه تاریک. بعد همه وسایلت هم ازت بره، میگم فردا ولو میام دادگاه دنبالت. همه وسایلت هم ازت گرفتن، هیچ چیزی همراهت نداری. تو چیکار میکنی ولکاریس؟ اینا که دارن راه میفتن برن به سمت پاسگاه، من میخوام ببینم آدمایی که دور و بر جمع شدن چه خبره، سروستا چه جوریه. یعنی من نمیخوام خودمو خیلی نشون بدم که رفیق زای دارم یا هر چی، چون کسی که نفهمیده که اون صورت موقع هستیم و اینا. میخوام ببینم که جو اونجا چه جوریه. والا تنها کسی که اطلاعات میتونست بهتون بده رو خواستم بزنم. من میگرفتم تکلش میکردم یارو رو، من نمیدونم چرا کدادی کشتی الان رفتی زندان و جایی. نمیدونم چرا، من فکرم میزنم مثلا انقدر قوی نیستم، تاس خز ریختم آخه قناب بمیره. فقط برای اینکه بدونین اصولا آدم های معمولی بیشتر از یکی دوتا هیت پوینت ندارن. حواستون باش. من فکرم اینه آدوش برسته، حالا مثلا جنگی شروع میشه که 5 تا 10 تا بذارم تموم میشه، ولی یه دفعه یه روزی تموم شد. شما اونجا پرسون پرسون چیز میکنی، یه تاس تاریختم اینوستیگیشن بریز یا پرسویشن، هر کدومش که بهتره. من یا نه تو هیچ ولکاریس. ببین دوباره دو تا ریختش خودی، بزنیم اینو درستش کنم. اینو با کجا درست کنم؟ وایسا ببین اون بیان 20 یه دونه بغل شورت رست یه دونه تب داره. بیان 20 وایسا بغل شورت رست. آره تو ورقت بغل شورت رست بسه نمیبینم. میتونم وایسا بغل شیر میبینم. آها بغل شیر رو شد بیان 20. خب بیان 20 رو روش بزن. خب بعد تایپ آف رولز. خب اونو بکن نورمال رول. اصلا نورماله ولی همه چیم دو تا تاس میاد. نورماله؟ آره بذار بزنم نورمال رو. اوکی بذار دیگه بریزم. این داره دوباره دوتایی میاد. آره آره میتونی یه کار دیگه هم بکنی. یه بار دیگه بار تو اون فیوچرز اند ترید خب سکرول کن پایین بالا و دوباره برگرد یه تاس بریز. همین فقط هیچی رو ندنم؟ نه برو فقط بزن فیوچرز اند ترید. این داره دوباره دوتا میشه. درست نشد؟ نه بزن من به جای تو بریزم ببینم کار فرقی میکنه. ببین مال من الان یه دونه به جای تو ریختم یه دونه ریخت. این اکشنز چیزی رو کلیک نکردم توی فیچرز اند تریدز که باعث بشه. بذار این سکند ویند بونس اکشن اون آنه، اونو باید وردارم؟ نه نه اونا سکند ویند تو اینا رو لانگ رست نزدی موقعی که چیز کردی. ما یادم رفت لانگ رست بزنیم، وقتی لیول اپ کردین لانگ رست رو نزده بودی. حالا اونا رو آره وردار، اونا باید خالی باشه چون استفاده نکردی ازش. میتونی یه بار دیگه ببندی دی اندی بیاند و کرکتر شیدی دو دوباره باز کنی ببینی درست میشه یا نه. نمیدونم چرا مال تو اینجوری میکنه دو دفعه. حالا با زایداری داره بازی کن تا من رو لود کنم. اوکی تو رو میبرن پاسگاه پلیس، وسایلت ازت میگیرن، میری توی سلول و بعد از یه مدتی یه مرد کوتاه‌قد سیبیلو با کلاه میاد، میگه که من بارنبوس هستم و قرار بود که قبلا با شما صحبت بکنم ولی حالا اینجا هم دیگر ملاقات کردیم.
دم در خونتون اومدم، چند دفعه نبودید، پیغام دادم که بیایید، نیومدید، که حالا اینجوری آوردنت. میگه که من مسئول تحقیق برای خانواده کاسلاندر هستم که سرقت شده و جرم و جرایمی که توش سحر و جادو به کار بره باز من دخیل هستم. میگه گفته شده که شما از عصاتون یک نور بنفشی رو شلیک کردید به سمت این بخت برگشته و جا به جا کشتیدش. آیا حقیقت داره؟ چه ما گفتن؟ از تو دستم در آمد. از تو دستتون در آمد. میبینی که یاد داشت میکنه از تو دست در آمد. میگه که شما شب مهمونی خانواده کاسلاندر هم بودین؟ بله بله. میگه کی از مهمونی رفتین؟ خیلی هم نمیاد، خیلی زیر روی کردم اون شب. صبح فکر کنم دمدمای صبح بود رفتیم. بعد میگه که کسی هم همراهتون بود؟ آره، با خیلی افراد زیادی اونجا معاشرت میکردم، همراهم افراد زیادی رو آره زیادی میشناختم اونجا، ولی اون شب که رفته بودم با دوستم رفته بودم، همسایه‌مون. اسمشون؟ اولگوریز. صحیح. میگه که مهمونی ماسک داشتن همه، چجوری شما با آدم های خیلی زیادی اونجا معاشرت که همین جوری؟ یعنی با ماسک. آره. میگه احیاناً اتفاق خاصی نیفتاد که نظرتون رو جلب بکنه یا کار خاصی که یکی کرده باشه؟ من تا کی قراره اینجا باشم؟ میگه او شما فعلا هستید تا ما کلیه مدارک رو جمع بکنیم، بررسی بکنیم، بعد ببینیم که محاکمه به چه صورتی خواهد بود. میگه قاضی در مورد شما تصمیم میگیره، من فقط تحقیقاتم رو انجام میدم. من یه چیزی بپرسم، من کلید اینجا رو ندیدم کسی داشته باشه؟ میارن میرن قضا بیارن، من کلید ندیدم. مثل فیلم های وسترن دیدی که کلانتری اتاقی داره و توش یه دونه میله های آهنی داره، نرده داره، این هم همین جوریه. الان تو چند نفر خلافکار دیگر کردن توی یه سلول و خالکوبیه باره با پالدار نداره ایش کدوم. من یکی از اهدافم این بود، مخواستم زندان، سیستم زندان ها هم دیگه تغییر بکنم. من اینجور در میاییم از این تو. چرا یه رقا سب کن، من یاد داشتم نگاه کنم ببینم. یه رقا سب کن. چرا سه تا خلافکار که تو زندانن هر سه تاشون تتوی مار بالدار دارن. من الان که دارم با بارنابوس من رو بیدار میکنه از خواب، بعدش میگم با اینا مکالمه میکنم. من با بارنابوس. اوکی. سوالش چی بود؟ سوال کرده ازم نداره تحقیم کنید. من که اجی قرار دارم، بعد گفتش که حالا فرصت من تحقیقات بهت میگه که این جادو جنبل رو از کجا یاد گرفتی؟ از رو کتاب؟ آره. یا از رو وسیله خاصی؟ نه، کتاب خوندم. کتاب زیاد. چه کتابی؟ خیلی کتاب خوندم دیگه. من خواهم برات تعریف بکنم، باید بشینیم شاید مدت‌ها صرف بکنیم که چی کار با بکنم، چی با بخونیشه. میگه که میدونی که خلاف قانون این داستان و ما کلیه کتاب‌های شما رو مصادره خواهیم کرد. آره حتما کار می‌کنم، ولی به هر حال هر چیزی که خوندن بود خوندم. میگه برای دفاع از خودت چیزی برای گفتن داری؟ برای دفاع از خودم؟ نه. میگه که مرسی از وقتت. امیر. من برم با این دوزا صحبت کنم. با این دیارو بسید بالدار. اونا میبینه خیلی توجه بهت نمی کنم، همجور نشستن.
هر کدومشون یه گوشه ولی در خودشون میگم پیش یکیشو میگم که کسی به اسم فلوم میشناسی؟ یا میگه گیریم هم که بشناسیم سرسنه نه برات میتونه درآمد خوبی داشته باشه که کمکم بکنیم ما که وقت داریم اینجا پول هست روش من تو سوال بپرسم ازت یه رفیق مثل این که نمیفهمی وقتی که آدم میکشی دیگه فردایی در کار نیست وقتی بگیرنت دیگه رفتی والا یه حلقه دور گردنت و بای بای اگه بتونم کمکت بکنم از اینجا در بیای بیچی به من کمک بکنی تا دوستم رو پیدا بکنی یه 100% میگه وردیک یعنی چی قسم خورد آره خیلی خوب ببینم چی کار میتونی بکنیم بعد کلید زندان رو ندیدم تا حالا کلید زندان دستی یه نفر زندانبانده که کمربند چرمی داره و این حلقه کلید به کمربندش ولی این دوربر مثلا موقع مدت داره وقتی هستم که مثلا خوابش نمیبره یا مثلا نمیبینمش ولی از فاصله تنها باشم با این کلید شبانه روز نه تو رو تازه آوردم فعلا داری با همسلولیات آشنا میشی و با چیز من یه میچند دارم همش دنبال این کلیدم هستم که با این میچنده بقاپمش فرصتی پیش اومد بیاد دیگه نگمان که نگمان با میچند میتونی یه چیزی رو بلند بکنی جابجا بکنی نمیتونی باش به چیزی حمله بکنی یا با سبب حمله به یه چیزی بشی در واقع یه دست غیبم نیستش یه اون که نبیننش یه دسته که ظاهر میشه و ترانسپرنته ولی غیب نیست دیده میشه دست آره. میتونی شیلو تا 10 پوند هم بکنه آره اگه مثلا کلید یارو بذاره رو میز میتونم مثلا بگیرم که ورش داری ولی وقتی مثلا وصل به یه جایی نمیتونی باش ور بری که درش بیاری فهمیدم چون یه دسته با دیگه دسته میشه این کار فهمیدم خب دنبال همچین فرصتی هستم اوکی فعلا باسته ببینم بولکاریس چیکار میکنه تو میبینی که ماشین میاد و اینو میبره گاری میاد اینو میبره من میام به مرکز پلیس و تو هم اونجا تحقیقات خیلی به جایی نمیرسه از این بر از اون بر میپرسی خیلی کسی چیزی بده من سری میرم سمت ولو برم با ولو در دل کنم و در میون بذارم داستان رو که برم اون چی پیشنهاد میکنم چی کار کنم چجوری زاید رو بکشیم بیرون ولو منتظره که شما فردا ببینینشون الان هنوز شبم نشده در حقیقت و شما مثلا ساعت مثلا 6 4 بعد از ظهر این اتفاقات افتاد الان مثلا 6 بعد از ظهر امرجنسی بود برم اینجوری برم اینو هم بگم من چقدر شناخت دارم از اتفاقی که قرار برای زاهد بیفته زندان و جرم و جنایت این شهر در چه حده یعنی من این هوشم بهم میگه اینجا که چقدر در خطر زاهد یا نه اونجا فعلا حالا هست شهری که توش هستید شهر خیلی قانونمندیه و اصولا نسبت به قتل خیلی شدید برخورد میشه و محاکمه میشن و اعدام میکنن این که چه مدت طول میکشه تا محاکمه بشه و اعدام بشه رو هنوز نمیدونی ولی میدونی چون اسم و رسمی داشته خانوادش تو شهر و تاجر بودن شاید بشه براش یه کاری کرد که مثلا این بچه بالا شری آقازاده طوری بریم یه پولی بده و بیاد کنار از این چیز شما بدونیم دیه بدیم الان من اینجا چیز رو دارم کتاب قوانین شهر رو دارم میخونم بذار ببینم چی نوشته
استفاده از هر نوع سحر و جادو 1000 سکه طلا جریمه داره. این که یکیش. اینجا نوشته که میگه اگر نتونه که ثابت بکنه که چرا طرفو کشته، یا میکشنش یا تا 10 سال هارد لیبر باید زندانی بشه، 1000 سکه طلا به خانواده شخص کشته شده باید پرداخت بکنه. چی یعنی؟ یعنی با 2000 سکه میتونی بیاد بیرون؟ میگه نه، ببین دو حالت داره. اگر که میگه که ازم دزدی کرده بود، خب اگر بتونه ثابت بکنه که دزدی شده بود و به خاطر اون یارو کشته شده، 5 سال زندان، 1000 سکه طلا جریمه. اگر نتونه ثابت بکنه یا مرگ یا 10 سال زندان، 1000 سکه طلا جریمه. این 1000 سکه طلا جریمه در صورت به خانواده طرف در هر حالتی پرداخت باید بشه. و چون ماجیک هم استفاده کرده سحر و جادو، 1000 سکه طلا بابت اون. تا اینجا 2000 سکه طلا مینیمم لازم داره. حالا اگه یه وکیل خوب گیرش بیاد میتونه که فقط 3 سال زندان رو تحمل بکنه. مگه فامیل بازی هم اگه در بیارش با پارتی بازی، اگه بتونیم پول بیشتری بدیم به اون خانواده بخشش بخوایم و اینا، شاید اونم بشه مثلا ها؟ اونم ممکنه کمک بکنه، ولی از لحاظ قانونی این چیزی که تو کتاب قانون شهر هست من واسه تون گفتم. فهمیدی؟ خودم میام بیرون الان با بچه ها میریم سراغ رفیقه. منم میرم سمت زندان. پس اگه ولو رو الان نمیتونم ببینم، میرم سمت زندان. من میگم یه سنگ قبرم از حالا سفارش بده. ولی نه، اگه میتونم اول سعی میکنم ولو رو پیدا کنم، بگم ولو اگه جلو جلو این پول رو بده، زندگی دو روزه دیگه، اکشنش خوب. خب یکی لحظه سب کن، من باید کتاب دیگر رو باز کنم. تو برمیگردی قهوه خونه ستاره طلایی و ولو رو اونجا پیدا میکنی. بهش سریع توضیح میدم که چی شبه، ولی وقتی که بازی و اینایی در آورد و اینا همه رو توضیح میدم سریع بشه که ما الان چه گویی بخوریم اونجوری نجات بدیم زایدا رو. میگه که والا اینجور که بوش میاد من فکر کنم باید من شما رو از این مسئولیت سلب بکنم و اسم خودم رو پیدا کنیم. فلونو ما میدونه اگه میشه جلو جلو این پیا این پولو بده، یه کاری بکن، ما کمکمون کن. والا تو که خانواده منو میشناسی، هفتجد آباد منو میشناسی، همه فک فامیلی ما رو میشناسی. میگه آخه 2000 سکه طلا رو همینجوری من ندارم بیام بدم، یه از کجا میارم؟ یه رو واسه من نگاه کنم. میگه راجع به اینفرنال کانترکت من یه سری اطلاعات پیدا کرده بودم، ببینم که این اینفرنال کانترکت ها. میگه شما گفتی کانترکتتون رو سکرول بوده. آره. میگه can we get this sign the scroll on own blood humanity has been dead for one minute immediately after sign the contract. The contract vanishes into a secure location in the nine hells. میگه کانترکت شما تو جهنم اصلش و هیچ نسخه اینجا نیستش که بخواین پیدا بکنین و باطلش بکنین. باید دارم بزنم برم نسخه مارسل رو پیدا کنم.
تو رو بکشیمت بری جهنم اونا رو برداری بیاری. میگه اگر نسخهش رو پیدا بکنید میتونیم بسوزونش و به هیچ حالت دیگه نسخه از بین نمیره مگه اینکه بسوزونیمش. ولی میگه نسخه من اگر اصلا جهنم میسوزم نسخه اصلی تو جهنم. میگه میگه در مورد اینکه چجوری یه کانترکت هم میشه باطل کرد میگه سه تا حالت هم براش در نظر گرفته شده. میگه اینم من براتون پیدا کردم. میگه اگر که سول کوین پیدا بکنید و این سول کوین رو به اون دیولی که این کانترکت با اتون بسته بدین، حالا چند تا سول کوین یارو میخواد دیگه به خودش بستگی داره ولی میتونه باطل بکنه. میگه که 500,000 سکه طلا یا سکرفایس 100 تا سول میتونه کانترکت رو وید بکنه براتون. 100,000 سکه طلا؟ نه خیلی 500 سکه نیم میلیون. شت زایدور فقط ما رو بدهکار رو بدبخت کرده. یا 100 تا سول، 100 تا سول چقدر جالب. 100 تا سول رو سکرفایس بکنین هم میتونه 100 نفر رو بکشی. آره من که اعتقاد به خوشونت ندارم به اون صورت مگر اینکه مجبور میگه باشن. غیر از اون یه وسیله آرتیفکت، آرتیفکت جادویی خفن. من یه دونه کاشتر یه دونه جد میگه بیشتر از این دیگه هیچ رایی وجود نداره. این از اون زایده رو حالا چجوری در بیاریم به نظرت؟ میگه راستش این دوست شما داره هممونو با خودش میکشه تو جهنم. من کارمه بابا جون. میگه من نمیتونم بیام الان، میگه باید یه وکیل استخدام بکنید که من وکیل میشناسم، یه وکیل خوب ممکنه حالا به خاطر منم تخفیف بده ولی من نمیتونم برای شیر کاری بکنم. وکیله رو باید بندازیم جلو که برای یه کاری بکنه واسش. میگه ولی کل این پروسه ها طول میکشه. این دوست بدبخت ما هم که احتمالاً از تو زنده من این بابا بگه اگه زایدار زنده میمونه فعلا که سری که اعدام نمیکنیم باید محاکمه بشه و اینا. وقت داریم دیگه درسته؟ آره درست. پس من میرم ادامه داستان، من میرم سعی میکنم که پیدا کنم فلونو. یا بیرون سرنخ ختم پیدا کنم زندانو. اوکی. پس تو همین امشب برمیگردی دوباره همونجا. آره. به سمت اون بندرگاهه. آره. اوکی. من به نظرم اینجا بسی با زایدار یه ذره بازی کنه خاصی ولی من وای میستم هفته دیگه که اگه آیدین بود درات با آیدین دو نفری باشم. اوکی من همون میخواستم بپرسم از لحاظ زمانی تو چقدر بازی میکنیم تا کی بازی میکنیم. من به نظرم یه ذره دیگه بازی زایدار رو بکن دیگه. من وای میستم چون من ترجیح میدم که هفته دیگه با یکی دیگه اونجا باشم تنها نباشم. اوکی پس یه ذره با زایدار بازی میکنیم بعد بازی رو نگه میداریم تا جلسه بعد که ببینیم شاید علاوه بر آیدین یه مهمون دیگه هم داشت. بزن بی من خودم الان کمپین رو تموم میکنم. بله پیداش میکنم بابا من پیداش میکنم طرف شما بازی که من رو بسیار تلفن بذارم میام الان شما بازی رو بذارم در اصلا من که نیستم اینجا. تو میبینی که حدودای شب که میشه دیگه این یعنی مثلا ساعت 6 ساعت که نمیفهمی اونجا چجوری میگذره ولی زمان به کندی میگذره و یه آب و نونی میارم بهتون میدن که بخورین و همه چی هم توی بشقابای چوبیه که بعدا ازتون پس میگیرن بشقابا رو. بیرون نمیذارن بریم اینجا فضای اتاق اینجوریه که یه اتاق چارگوشه، یه گوش اتاق این میله های زندانه و یه در
داره که از اتاق خارج میشه، یه میز با یه صندلی که زندانبان پشت این میز و صندلی در حال چرته وقتی که با شما سر کار نداره. و الانم پاشو یعنی رو صندلیش تکیه داده به دیوار، پاشو گذاشته رو میز، کلاش هم داده پایین و داره چرت میزنه. این حلقه کلیدم به کمربند چرمیشه و یه باتوم داره که باهاش گهگداری آدم ها رو میزنه و چند تا هم کلید به همون حلقه آویزونه. حلقه به کمربندش بسته، یعنی نمیتونم با دستم نه یعنی باید کمربندش باز بشه که حلقه است و کمربندش در بیاد. باتومش هم همینطور؟ نه باتومش رو میزه. باتومش رو میزه. خیلی خواه. و اینا ما رو هیچ باز نمی کنن. یه چراغ نفتی هم رو میزشه که اتاق روشن کرده و به غیر از اون دیگه آماده است. دیگه چیز دیگه نیست. بزن بریم آقا. با توما رو در میکنم با میچند بر میدارم. بذار ببینم کلاب وزنش چقدر یه دقیقه به من یک لحظه فرصت بده. ای بابا چه نمیاد. کلاب وزنش هست دو پاوند. خب نه میشونی چیزه. خب برمیدارم کلاب رو و میارم به سمت خودم تا بگیرمش. خبه تو میبینی که این کار که میکنی اون ستا بلند میشن میام از پشت سراشون رو میزنن رو شونت نگاه میکنن که داری چیکار میکنین و میگن ایول پس یه کارایی بلدی ها. نگه میده چیز همون میگه بارتیس بهت میگه ما رو ببر بیرون از اینجا، خودمون رو میبریم طلا میگیریم پاتو سرتو. خیلی خوب. اصلا رو میگیرم دستم. کلاب رو میگیری دست. کلاب رو میگیرم دستم. بعد رو میکنم به اون یاری که باش معامله کرده بودم. میگم که میدمش به اون. میگم که اینو بگیر. خودت میدونی که چی کار بکنی. بعد اون بری میکنم با دستم و میذارم چراغ نفتیه رو میندازم. ولی روی یارو نمیندازم که آتیش بگیره فر بکنه. میندازمش چوبی تری مثلا یه فرنیچری چیزی بلندش میکنم میندازمش روی چیزی که آتیش بگیره قشنگ آتیش مشروع کاغذی چیزی اون داره. یه چوب صندلی هست اونجا میز دیگه اساس کار همش. آره میز چوبیه صندلی چوبیه. آره رو میز میتونم چپ بکنم برای هر چیزی که آره. آتیش خفن بگیره. اوکی یه تاس بریز ده به بالا هم نه خیلی سخت نیست این کار. بذار ببینم چقدره. very easy ده پنج به بالا میخواییم یعنی فقط خرابی نیاردی. قبل از اینکه این کارو بکنم ببینم من چند بار تو روز میتونم کاسفیر بذارم. بس نگاه کنم. تو الان دو تا سپل سلات بیشتر نداری دیگه. خب یه بار که کاسفیر رو زدی یه سپل سلاتت مصرف شده. آخه همون روز که نیستش که چند روز اونجا ایم. نه هنوز همون شب اوله. شب اوله. آره شب اوله. اشکال نداره بریم. یه دونه سپل سلات داری یعنی یه دونه سپل دیگه میتونی از لول 1 بزنیم. میج هند و الدریش بلاستت رو ولی میتونی هر چقدر که بخوای بزنی. خیلی خوب فهمیدم. پس من یه سپل دیگه هم دارم. من اوکی میخواستم یه سپیر یارو بزنم بعد بهش میگم ببینم که فرار کنی مثلا میمیری ولی میخوام روی
همین حرفشون یه ذره پیش برم که چون به هر حال جذبه داستان هم گرفتتش. ببینیم چی میشه. داستان داستان است. آقا میندازیمش. باتاس بریزم. چراغ نفتیه رو میخوای سعی کنی که بندازی. آره باتاس رو چی کلیک کنن؟ یه تاس نه این فقط یه تاسه. پنج به بالا میخوای. یه تاسه همجه علاقی بریزم. روی کنار مندت بریزم. اگه میخوای دکستریتی بریز مهم نیست. دکستریتی بریزم. آره. دکستریتی. آیه ایوان تو میگم خیلی کار سختی نبود این با دست جادوییت که میتونی تا 30 فیت اونورتر ظاهرش بکنی دست رو ظاهر میکنی دم میز یارو و شیشه این یعنی چراغ نفتیه رو برمیگردونی رو میز و میز بلا فاصله آتیش میگیره تمام اون کاغذ ماغذا که اسماتون رو نوشته بودن و اینا همه آتیش میگیره یارو از خواب میپره میبینی که شروع میکنه با کلاش اینجوری زدن رو میز و داره سعی میکنه که آتیش رو خاموش کنه بعد شروع میکنه داد زدن آتش آتش اما داره کمک کنم کنیم وازادمون کنیم اینجا آتیش داریم گرفته ملا میمیریم و میبینی که توجه خیلی به سر و صدای شما نداره و در رو باز میکنه از اتاق میره بیرون که چیز بکنه حالا نمیدونی که میری چیکار بکنه ولی از اتاق میره بیرون میز همینجوری گور گرفته داره میسوزه و یارو چیزه که زنتاری اون یکی از اون سه تا خلافا وارتیس میبینی کلاور رو میذاره لای میله شروع میکنه این محکم کشیدن که میله رو از دو طرف گشاد بکنه بعد یکی هم بهش کمک میکنه واسه همین با ادوانتج میریزه یعنی دو تا تاس میریزه بالا بالاش انتخاب میکنه ببینید چی میشه بالاترین تاس هم شد 9 میبینی که زورشون نمیرسه دو نفری اینو هر چی زور میدن میگه که رفیق هیچ سحر جادویی نداریم اینو باز کنی در رو با اینج رچ میرون ببینم من الدریش بلستم و بذاریم ببینیم چی میشه دیگه بزنم الدریش بلست روی این جادو امتحان کردن داره دیگه بریزیم برم رو چی میخوای بزنیم رو میله ها بیا آره دنبال ضعیفترین جای کل داستان لولا قفلیلا میگردم بریز چی شد؟ داره میخونه دارم نگاه میکنم ببینم که چیه خواهد پاسش گفتم یارو دلش میسوزه ولمون میکنه کسکه خوش حسابمون نکرد شما بهیدم هوار میکشم کمک 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 جوابم میدم پرسویسی بمستم خب الدریش بلست چقدر دمیج زد؟ اول چند زدی؟ اتک چند شد؟ من فقط دکمه رو زدم روی الدریش بلستی دیگه نفهمم نوشته 9 و 8 و الدریش بلست هم جلوش نوشته One action at will دیگه نمیشه آره دیگه اون اتکته 7 و 8 اتکته مثبت 5 سه ریختی به علاوه 5 شده 8 اینجوری حساب میکنه آره یعنی کلش رو حساب کرده مودیفایر تو تاس تو با هم جمع کرده کلش رو حساب کرده متاسفانه نمیزنیم به میله نمیخوره ازش رد میشه میخوره تو دیوار هیچ دمیجی به میله ها نمیزنه همینجوری آتیش داره میزنه و میبینی که
دور بعدی یارو با یه سطل آب میاد تو و شروع میکنه آب ریختن اون رو و یه نفر دیگه هم پشت سرش با سطل میاد. میبینی که جمعاً 4 تا گارد با آب و سطل و کلاخود و سپر و هرچی که دستشون میاد میان آب میریزن و تومه رو قایم کنن قبل از اینکه میان انگار مثلا باطمه کنن سعی میکنن که آتیشا رو خاموش بکنن. من سعی میکنم باطمه قایم کنم اگر نیمه صدا داره میاد قضیه بیاد. باطمه دست اون وارتیسه وارتیسه سریع میکنه تو تومونش میگه آره. نگران نباشید رفیق میگه که من کمک سرفه میکنم دارم خفه میشم ای پرسویتیو هم هستن. وارتیس بهت میگه که این بذار در آتیشش رو خاموش کنه بعد که اومد این جلو ما یقش رو میگیریم تو با اون سحر و جادوت بزن بزن مادرش رو بگم من فکر کنم تجربه دربیه رو جز باند اینا بشی هستن بزن بریم علاقه رفیقت پیدا بکنم خودم میشم خلاصه اینا 3-4 تا سرباز میان آتیش رو خاموش میکنن و این چیزه رو برمیدارن میبرن و یه دونه مشعل میذارن گوشه اتاق که نور داشته باشه و میز و صندلی یارو رو میبرن بیرون. من این سرفایی میکنم اگزاجره میکنم اینگاه دارم میرم اینا میکنم مثلا یا بچه سسول انقدر سر صدا نکن دارم میرم خفه میشم. در رو باز میذاره که چیز بکنی هوا بیاد جریان داشته باشه. در بازه خودش هم رو صندلی نشسته عصبانی بعد نگاه میکنی این ور اون ور میبینی که باطومش نیست بعد دست میزنه به شلوارش میبینی باطومش نیست بعد میبینی که خیلی عصبانی میگه ای بابا شانس ما باید این اتفاق بیافته امشب. میبینی که اینجوری دستاشو میندازه رو هم دیگه سعی میکنه که چرت بزنه دوباره کلیدم آویزونه کردن کلیدم بهش آویزونه که خب حالا این که نگرفت من فکرم بده اون میکنم وقتی خوشور زده وارتیست بهت میگه که گوش بده رفیق بگو ما اینجا الان یه کاری میکنیم این بیاد نزدیک بعد تو با سحر و جادو بزن نفلش کن. خب بعد چی میشه؟ اینتون گیر میکنیم نه بعد ما یقشو میگیریم کلیدشو برمیداریم بعد کلیدشو برمیداریم بعد در آواز میکنیم بعد اون وقت همه ما هم فرار میکنیم. خب بزن بریم. اینا شروع میکنم با همدیگه کتککاری کردن علکی سر این یکی اینو میزنه یکی اون یکی رو میزنه و یارو بلند میشه میاد میگه که دهنتون رو سرویس میکنم اینقدر سر و صدا نکنید من یه چرت میخوام بخوام. میاد جلو که رو عادت همیشگیش از تو کمرش باتومو در بیاره بکوبه به در و دیوار بعد که میاد جلو میبینه اه باتومه نیست اون یارو بزنه تو سرش دیگه من میزنم اونم بزنه. اینا منتظرن که تو اول بزنی میزنم همه با هم بزنیم بریز نزن بریم تو میتونی با ادوانتج بریزی چون یارو انتظار نداره که یه همچین حمله‌ای بهش بشه واسه همین غافلگیر میشه و دوتا تاس میریزی بالاترین تاس رو تا همین یه ریختم خب همین خورده دیگه احتیاجی نداره دوباره بریزی ولی میتونی یه بار دیگه بریزی چون ممکنه 20 بیاری اگه 20 بیاری خیلی بهتره. خب بزنیم چی اگه 20 بیاری اون وقت ممکنه که نه بود با همون حمله اولت میخوره بهش و 7 دمیج میزنه ولی نمرد یارو ضربه میخوره آهش میره هوا ولی همون موقع اون یارو وارتیس هم با ادوانتج با باتون میزنه تو سرش نه این با هم دیگه جنگ کرد اون دوتا اونجوری نیستش بذار من خود یارو رو بیارم بریزم جاش بذار بذار ساسم بینم چنده یک لحظه ببخشید
عجب داستانی شده. دنبان رو کتک زنید فرار کردید. بنده خدا رو نکشید، فقط با زخم و زیریش بذار باشه، ولی لازم نیست بکشید. آقا این ورلاک کیاس و ایناست، من لاف و ایوا بودم، ولی باید بذارم کیاتیک نیوترال اینجوری. خب میخوره، میخوره و یارو میبینی که میزنه تو سرش، یارو میفته زمین همون جلوی در زندان. بعد اینا دوتا دیگه از لای میله ها دستشونو میکنن، کمربند یارو تنبونشو باز میکنن، کلید رو در میارن، کلید رو باز میکنن، در رو باز میکنن و میدویم میریم بیرون و میبینی که اینا ظاهرن خوب بلدن اینجا رو و از یه پنجره میگن که باید بپریم پایین. بری من دوباره شو میرم اعتماد میکنم. یه تاس اتلتیک بریز و بعد اگر نمردی نیفتادی نه دست و پات نشکست اون وقت بازی رو دیگه متوقف میکنیم تا جلسه. اتفاقا یه ذره مثبت هم دارم باکرواتی دوازم دست تو زایدار. ده اومد چه اوکی. تو اینا میبینی خیلی با مهارت از دیوار میان پایین، آویزون میشن از پنجره، بعد خودشونو میندازن پایین، دو تا ملق رو زمین میزنن و میدونن وامیستن که تو هم بیای، تو خودتو تقریبا پرت میکنی پایین. به هیچ کدوم از حرکتایی که اینا کردن نمیرسی و دو دی ده دمیج میخوری. حالا ببینیم که این دو دی ده میکشتت. آه نه آخه اینجی من بیافتم بمیرم و خنده دار میشه. یا چند کل جونت؟ زیاد نیسته شما نحیفم. چند کل جونت؟ چاپتار و اینا 17. 17 خب ما بریزیم ببینیم چند میشه. 14 تا جونت کم میشه، زخمی و خونین و مالی زیر بغلتو میگیرن اون دوتا، با کمک اون دوتا کشون کشون میبرنت. میریم و بازی اینجا تمام میشه. خیلی محال بود جلسه. واقعا باورم نمیشه از زندان زخم و زیلی اومدن بیرون. خیلی شب اول اونم از خون آوردی. به عنوان کاراگاه استخدامتون کردم، به عنوان جنایتکار فرار فیوجده الان با از شهر فرار کنیم اصلا. ولی من نقش ورلاک رو فهمیدم تو کیاسه دیگه غرقش شدم دیگه. بذاریم شمیش تو به هم بریزیم. من همه چیز زندگیم دارم گاهی تو رو جمع میکنم دیگه. اصلا رابطه من رو تو همیشه همیشه میکنم. چرا این کار رو میکنم و اینا دیگه سوال نداره. میکنم دیگه. اوکی دمت گرم خودی، خیلی تسبیت، خیلی حالا بودی. قربان همگی تا دم بچه هم گرم، بچه هایی که با هم بودن داشتن بازی رو نگاه میکرد دمتون گرم. میره تا هفته دیگه. آره ببینیم. خدا حافظ همگی. میرم تو بچه ها چاکس.